امضای توافق صلح و مخالفت غنی. گروه طالبان اعلام کرده که نمایندگان آمریکا و این گروه در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم آن گفتگو کردند. اما موقف دولت غنی در این زمینه هنوز روشن نیست، ولی دکتر عبدالله اعلام داشته است که از هر گونه مذاکره برای صلح حمایت میکنه و این خوشبینی دکتر عبدالله تا جایی پیش رفته که تقریبا با وزیر خارجه پاکستان همصدایی میکند. او چند روز پیش از وزیر خارجه پاکستان خواستار کاهش خشونت ها شده بود که با واکنش تند سخنگوهای دولتی روبرو شد. امرالله صالح در واکنش به گفته های دکتر عبدالله گفته است که کاهش خشونت در قانون نظامی هیچ معنی نداره یا جنگ است یا صلح. کاهش خشونت و معنی کم شدن مردم بیگناه معنی عملی ندارد. اما در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر بامداد امروز در یک رشته توییت نوشت گفتگو میان نمایندگان دو طرف از دیروز به این سو آغاز شده است. او نوشت تیم مذاکراتی امارات اسلامی افغانستان با ریاست محترم ملا برادر آخوند معاون سیاسی امارات اسلامی و رئیس دفتر سیاسی با تیم مذاکراتی آمریکا تحت ریاست دکتر خلیلزاد نشستی داشت و در مورد امضای توافقنامه و مراسم آن صحبت نمودند. یک منبع گروه طالبان گفته است که این گروه تنها با کاهش خشونت در شهرهای بزرگ توافق کرده است. قریشی وزیر خارجه پاکستان با نشر یک پیام تصویری با سه راحت از پیشرفت خوب در زمینه صلح افغانستان یاد کرده و گفته است که صلح و منفعت پاکستان و افغانستان است. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر برخاست دولت مبنی بر آتش بس تاکید کرده و میگوید طرحی که در آن آتش بس با حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش دولت خواهد بود. و امروز در صفحه رسمی توییترش نوشت صلح برای دولت مردم افغانستان و متحدین بین المللی ما اولویت اساسی است. تامین آتش بس یگانه راه برای رسیدن به یک صلح پایدار و با عزت که خاص مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است می باشد. هر طرحی که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود مورد پذیرش مردم و دولت قرار خواهد گرفت. روز گذشته هم سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح افغانستان در واکنش به اظهارات آقای قریشی گفت کاهش خشونت برای طرف ها مکلفیتی را ایجاد نمی کنه و خواسته دولت افغانستان آتش بس هست. دولت افغانستان تاکید دارد که کاهش خشونت معنی نداره و طالبان به صورت کامل آتش بس کنند. هنوز از جزئیات این توافقنامه گزارشی نشده و نوعی آتش بسی که طالبان روی آن تاکید دارند مشخص نیست. اما روند مذاکرات افغانستان حالا به مرحله‌ای رسیده که روشن است هم آمریکا و هم طالبان اراده دارند به توافق برسند. گفتگو میان نمایندگان طالبان و آمریکا بعد از 9 دور در 16 سنبله از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا منتفی اعلام شد. آقای ترامپ این تصمیم را بعد از آن گرفت که یک حمله طالبان در کابل و کشته شدن 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی انجامید. دوره دهم مذاکرات آمریکا و طالبان هم بعد از یک هفته گفتگو متوقف شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از آن در صفحه توییترش نوشته است که ما مکث کوتاهی میکنیم تا آنها با رهبری خود در مورد این موضوع اساسی مشورت کنند. در مقابل سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر هم گفتگوها به خواست نمایندگان این گروه برای مشورت با رهبرانشان برای چند روز متوقف شده است. موضوع اصلی این دور از مذاکرات کاهش خشونت‌ها و آتش بس اعلام شده است. حدود 10 روز قبل یک منبع ارشد گروه طالبان تأکید کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به قطر رسیده و با ملا برادر معاون این گروه رئیس دفتر سیاسی قطر دیدار کرده است. این مقام طالبان افزوده است که طالبان هم برای شروع مذاکرات منتظر هدایت نهایی رهبری این گروه است. تا کنون 10 نشست میان دیپلمات‌های آمریکا و نمایندگان طالبان صورت گرفته است. 9 نشست در دوحه پایتخت قطر و 1 نشست در شهر ابوظبی امارات متحده عربی.